یک سند نظامی آمریکایی که از طبقه بندی محرمانه خارج شده نشون میده که در سال 1997 ایران و آمریکا بر سر به دست آوردن میگ 29 با همدیگه جدال و کشمکش داشتن. درود فراوان، من ندا هستم، اینجا چنل شماست و به یک ویدیوی دیگه خیلی خوش اومدین. جنگنده های میگ 29 رو نگین صنایع هوایی فضایی روسیه میدونن، به طوری که این جنگنده در سال 1977 یکی از پیشرفته ترین جنگنده ها در جهان شناخته شد. ایران بعد از جنگ و در فاصله خیلی کوتاهی تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با قرارداد نظامی 10 میلیارد دلاری موفق شد تعدادی از این هواپیماها رو در دو مدل تک سرنشین و دو سرنشین بخره و به نیروی هوایی خودش اضافه کنه. خرید این نوع هواپیما برای نیروی هوایی ایران در حکم حیات مجدد بود. ناوگان هواپیمایی نظامی ایران در طول جنگ بخش عمده ای از هواپیماهاش رو از دست داده بود و باید به سرعت هواپیماهای جنگی جدید رو به اون اضافه میکرد. تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا بعد از اشغال سفارت آمریکا و اتفاقات بهمن 57 باعث شد که امکان نوسازی این ناوگان با هواپیماهای جدید آمریکایی برای همیشه لغو بشه. قرارداد 10 میلیارد دلاری نظامی بین آقای گورباچوف و آقای هاشمی رفسنجانی قرار بود سنگ بنای یک رشته طولانی از قراردادهای نظامی در سالهای بعد باشه که تجهیزات نظامی زمینی، دریایی و هوایی ایران رو نوسازی و متحول کنه. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تمام این قراردادها از هم گسیخت. ایران هم از این شرایط روسیه متلاطم و بی‌ثبات استفاده کرد و قرار شد یک سری از تجهیزات نظامیش رو از روسیه بخره و روسیه هم که اون موقع به این پول نیاز داشت توافق خودش رو اعلام کرد. کشورهایی هم که قطر در مدار شوروی قرار داشتن بعد از فروپاشی با بحران‌های عظیم اقتصادی روبرو شدن و راحت‌ترین کار برای اونها فروش میراث نظامی باقی مانده از ارتش سرخ در بازار سیاه بود. یکی از کشورهای هدف برای خرید تجهیزات نظامی مولداوی بود که بین دو کشور رومانی و اوکراین قرار داشت و در اون زمان 34 فروند میگ 29 و 8 فروند میل 8 در اختیار داشت. این ناوگان هوایی برای کشوری به کوچکی مولداوی بسیار بزرگ بود و مولداوی در فقدان شوروی نمیتونست از پس مخارج تعمیر و نگهداری اون بر بیاد. در این شرایط مولداوی بسیار به این پول نیاز داشت و در مقابل هم ایران به میگ‌های 29 مولداوی. یک قرارداد تسلیحاتی که در سال 1368 منعقد شد، در سالهای 1369 و 1370 نیروی هوایی ارتش ایران 24 فروند جنگنده رهگیر در دو مدل تک کابین و دو کابینه آموزشی رزمی از اتحاد جماهیر شوروی دریافت کرد. اما آقای بوریس یلسین، رئیس جمهور وقت روسیه، به درخواست دولت ایالات متحده آمریکا قرارداد فروش اونها رو یک جانبه لغو کرد و هزینه پرداختی ایران برای خرید اونها به برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داده شد. وقتی دیگه ایران نتونست با روسیه به توافق برسه برای خرید جنگنده ها، اوکراین در این زمان وارد معامله با ایران شد و پیشنهاد جنگنده هاش رو با مبلغ بسیار زیادی به ایران داد. اما مقامات ایرانی این مبلغ زیاد و هنگفت رو قبول نکردن و این قرارداد هم لغو شد. در نتیجه مقامات مولداویایی در سال 1376 پیشنهاد فروش 21 فروند از میگ 29 های نیروی هوایی خودشونو به ایران دادن. قبل از این مولداوی دست به فروش غیرقانونی 4 فروند از میگ‌های 29 رو به یمن داده بود. علاوه بر اینها یک فروند میگ 29 اس رو به طور رایگان و در قبال بدهیاش به رومانی تحویل داده بود. نیروی هوایی مولداوی 29 فروند هواپیمای میگ 29 در اختیار داشت که از این تعداد هواپیما قول تعداد 21 فروندش رو به ایران داد. We'll be right back.
بیایم به این بپردازیم که چی شد آمریکا احساس خطر کرد برای تحویل میگ 29 های مولداوی. چهارده فروند از این جنگنده های پیشنهادی به ایران از نوع میگ 29 اس بودند و قابلیت محدود حمل بمب اتمی تاکتیکی و کوچک رو در شرایط اضطراری داشتند. به همین علت این پیشنهاد باعث نگرانی دولت ایالات متحده آمریکا شد. در نتیجه دولت این کشور با پیشنهاد 40 میلیون دلار به وزارت دفاع مولداوی موفق شد این هواپیماها رو به چنگ خودش در بیاره. بر اساس تعدادی از گزارشات مشخص شد که آمریکا از این میگ 29 ها بعدها برای آموزش خلبانان خودش استفاده کرد تا بتونه اگه زمانی در مقابل جنگنده های میگ 29 و خلبانان روسی قرار بگیره بتونن حریف این جنگنده های روسی بشن. قرارداد خرید این جنگنده‌ها در تاریخ 18 مهر 1376 منعقد شد. بر اساس این قرارداد 6 فروند میگ 29A، 14 فروند میگ 29S و 1 فروند میگ 29UB با 500 تیر موشک هوا به هوا، لوازم یدکی و تجهیزات تعمیر و نگهداری اونها به ایالات متحده آمریکا تحویل داده شد. آمریکا هم در عرض 2 هفته این میگ‌های 29 رو به مرکز اطلاعات هوایی آمریکا در اوهایو منتقل کرد. البته ایالات متحده اعلام کرد که اصلاً از این میگ‌های 29 استفاده نکرده و تعدادی از اونها رو در همون کشور مولداوی قطع قطع کرده و تعداد اندکی از اونها رو با هواپیماهای بزرگ باربریش به اوهایو برده. اما بعد از اینکه این سند نظامی از طبقه بندی محرمانه خارج شد، چندین سایت خبری اعلام کردند شماری از این میگ‌های 29 مولداویایی بعد از ورود به آمریکا به منبع قطعات یدکی بدل شدند و بعد از قطعه برداری در موزه‌های مختلف به نمایش گذاشته شدند. پروازهای 13 فروند از جنگنده‌های میگ 29 رهسپار اسکادران 44-77 آزمایش و ارزیابی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا شدند، بر فراز منطقه 51 از دید عموم مخفی نگه داشته شدند. اما برخی از عکاسان محلی موفق شده بودند از اونها در جریان رزمایش و تمرین‌های مختلف عکس برداری و فیلم برداری کنند. بر اساس ادعای مقامات دفاعی آمریکا، نیروی هوایی اوکراین با استفاده از قطعات میگ 29 تحویلی از طرف لهستان و دیگر متحدان آمریکا موفق شده 20 فروند از جنگنده‌های میگ 29 که در طول جنگ آسیب دیده یا زمینگیر شده بودند به خدمت برگردونه. اگرچه این جنگنده‌ها توانایی مقابله با حملات هوایی و موشکی نیروهای مسلح روسیه رو به نیروهای ارتش اوکراین در جبهه شرقی ندارن، میتونن در کنار سوخو 27 از حریم هوایی اوکراین در مرکز و غرب این کشور محافظت کنن. تعدادی از این میگ‌های 29 هم که در موزه‌های آمریکا نگهداری میشه و بعداً در جریان جنگ روسیه و اوکراین مشخص شد که آمریکا توسط متحدانش قطعات میگ 29 رو به اوکراینی‌ها فروخته و اوکراینی‌ها موفق شدن 20 فروند از هواپیماهای میگ 29 شون رو که در طول جنگ زمینگیر و یا آسیب دیده بودن رو تعمیر کنن و به آسمان اوکراین برگردونن. بدین صورت میگ‌های 29 که قرار بود روزی در ناوگان هوایی ایران باشن، سر از ناوگان هوایی اوکراین درآوردن. به نظر شما چرا مولداوی با اینکه در این قرارداد متحمل ضرر شد ولی حاضر شد با قیمتی کمتر این هواپیما رو به آمریکایی‌ها بفروشه؟ خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. منتظر نظرات دست اول شما در بخش کامنت ها هستم و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.